همین لحظه به ما از طرف سفارت اعلام شد، گفتن که قرار پروازی روز سه‌شنبه ساعت 21 شب از تهران به ووهان انجام بشه برای خروج دانشجو، و امیدواریم که این برنامه تغییر نکنه و ما بتونیم به ایران برگردیم. مراوده هوایی ایران و چین در فضای آلوده به ویروس جدید کرونا، دانشجویان گیر کرده سردرگم، مسئولان ناهماهنگ و فضای اطلاع رسانی ناروشن. در 60 دقیقه امشب میپرسیم ایران چقدر آماده است و این ویروس چه تأثیری بر اقتصاد جهان میگذارد. همچنین در برنامه امشب، و هر آن کس که مردم را از انتخاب کردن باز دارد، پیشنهاد یک حزب اصلاح طلب ایران به روحانی برای برگزاری رفراندوم درباره نظارت استصوابی، آیا همه پرسی می تواند مشکلات اساسی جمهوری اسلامی را حل کند؟ انفعال، دنبال روی از آمریکا یا نزدیک ماندن به اروپا، برگزیت سیاست خارجی بریتانیا را به کدام سو می برد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. ویروس جدید کرونا جهان را در ترس و نگرانی فرو برده، به همین دلیل کشورهای زیادی مرزهای هوایی خود را با چین بستند. ولی نگاهی به وبسایت فرودگاه امام خمینی تهران نشان می‌دهد که مراوده تهران با چین همچنان ادامه دارد. همین امروز دست کم سه پرواز از شهرهای شانگهای، پکن و گوانژو به تهران رسیده. سه پرواز دیگر هم تهران را به مقصد شهرهای متعدد چین ترک کرده. دو روز پیش مقامهای ارشد دولتی دستور داده بودند پروازها به چین لغو شود، ولی یک نماینده مجلس میگوید گوش کسی به دولت بدهکار نیست. او حتی پرسیده آیا سازمان هواپیمایی خود مختار است؟ در عوض استاندار تهران گفته باید یک قرارگاه پدافند زیستی راه اندازی شود. پیشتر بیماری از یک بیمارستان در اصفهان مرخص شد که گفته میشد احتمال دارد به ویروس جدید کرونا آلوده باشد. ایران چقدر برای مقابله آماده است و چطور در این شرایط هم حرف از اختلاف و ناهماهنگی است؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از شیدا هوشمندی. نخستین قربانی ویروس جدید کرونا خارج از مرزهای چین در این بیمارستان جان باخته. او اهل ووهان چین بوده. از همانجا مبتلا شده و ویروس را با خود به مانیل آورده. مورد دیگری هم از ابتلا در فیلیپین گزارش شده. مردم فیلیپین حالا مضطربند. اگه دولت تمام پروازها از چین رو مثل کشورهای دیگه لغو میکرد، این اتفاق نمیافتاد. تجهیزات پزشکی ما انقدر پیشرفته نیست که بتونیم شرایط رو کنترل کنیم. باید مراقب باشیم. ترس بر همسایگان چین چیره شده. این صف طولانی در هنگ کنگ برای ماسک مجانی است. ما اخیراً ژاپن بودیم. اونجا هم ماسک کمیاب شده. تعدادی ماسک خریدیم و آوردیم هنگ کنگ. دولت که به ما کمک نمی‌کنه. خودمون باید دست به کار بشیم. دیروز در هنگ کنگ پرستاران و پزشکان اعتصاب کردند و از دولت خواستند نظارت بر رفت آمد بین چین و هنگ کنگ را بهتر انجام بده. دیگه حتی بستن مرزم دیر شده. همین اخیراً در بیمارستان پرنسس مارگارت فردی مبتلا شناسایی شد که تونسته بود مبدأ سفرش رو پنهان کنه. جان مردم، پرستاران و پزشکان در خطره. کشورهای زیادی برای ورود اتباع چینی و مسافران از چین محدودیت گذاشتند، اما سازمان بهداشت جهانی میگوید این کار باعث می شود مردم به سفرهای غیرقانونی رو بیاورند که کنترل ویروس را سخت می کند. همزمان با انتشار ویروس در جهان، کشورهای دیگر مرزهایشان را روی چینی ها می بندند. امریکا و استرالیا مرزهای خود را به روی هر مسافری که در دو هفته گذشته به چین سفر کرده باشد بستند. نیوزلند، روسیه، ژاپن، پاکستان، ایتالیا، سنگاپور و کره جنوبی هم محدودیت‌هایی برای مسافرت گذاشتند. بسیاری از کشورها هم اتباع خود را از چین خارج کردند و به اماکن مخصوص قرنطینه بردند. این تصویر بازگشت شهروندان اندونزی به کشورشان است.
رئیس جمهوری اندونزی به بی بی سی گفته تصمیم لغو پروازها از چین برای حفظ جان شهروندان و همچنین صنعت گردشگری کشورش لازم بوده. مراقبت بیماری های واگیر ایران هم میگوید در تلاش برای بازگرداندن شهروندان ایرانی از چین است. همزمان شماری از ایرانیان مقیم ووهان به بی بی سی گفتند که هنوز در این شهر ماندند. سلام، فرودگاه استانبول اینجا. این ویدیو هم نشان میدهد مسافران چینی سوار هواپیمایی میشوند که به مقصد ایران میرود. پرواز ماهان به عنوان ترانزیت داره این دوستان رو به ایران منتقل میکنه. بی بی سی نمیتواند زمان ضبط ویدیو را تایید کند. نه ترکیش اینا رو قبول کرده، نه امیریت، نه قطر. در ایران حفظ امنیت فرودگاه‌ها در اختیار سپاه پاسداران است. دولت نمی‌تواند مستقل برای قطع پروازهای ایران و چین تصمیم بگیرد. این مسئله واکنش یک نماینده مجلس ایران را در پی داشته. برخلاف تصمیم دولت، همچنان شاهد ورود مسافران از چین به ایران و انتقال مسافران چینی از سایر فرودگاه‌های جهان توسط ایرلاین‌های ایرانی هستیم. آیا سازمان هواپیمایی خود مختار است و تابع دولت نیست؟ این سرپیچی و سوانه هوایی روزهای اخیر نشان می‌دهد که حفظ مدیران نالایق مهمتر از جان مردم است. وزارت بهداشت هم هشدار داده که پروازها باید هر چه زودتر متوقف شوند. هنوز موردی از ابتلا به کرونا در ایران گزارش نشده. همزمان مشخص نیست اگر ویروس به ایران برسد، نظام بهداشت و درمان تا چه حد آماده مقابله با آن باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در استودیو فرن تقی‌زاده به برنامه پیوسته. فرن، تردید زیادی در زمینه اطلاع رسانی نهادهای رسمی مطرح شده، چرا؟ به خاطر سابقه بعدی که ایران نهادهای ایران در اتفاقهایی که در این مدت افتاده دارن، به خاطر همین بسیاری از کاربران مشخصا در شبکه اجتماعی مثل توییتر برمیگردن به این اتفاقهای گذشته، مشخصا در مورد هواپیمای اوکراینی صحبت میکنن، اینکه چقدر بد اطلاع رسانی کردن و نخواستن یه سری مسائل رو عنوان کنن و با فشارهای بین المللی در نهایت مجبور شدن که خبر بدن و اطلاع رسانی کنن، و یه سری هم در مورد اطلاع رسانی در مورد شیوع آنفولانزایی که چند ماه پیش در ایران اتفاق افتاده بود و باز به نظر اونها نهادهای رسمی و بهداشت ایران تعداد قربانیان رو اونجا هم مطرح نکرده بودن، اینکه چه تعداد دچار آنفولانزا شدن. مشخصا قوم نیوز یکی از اکانت هایی هستش که در توییتر در مورد این قضیه تردید داشتون موقع، و الان هم در مورد ویروس کرونا همین رو مطرح میکنه و در نهایت هم خیلی از توصیه‌ها هستش که خود مردم رعایت کنن مواردی که وجود داره رو. در مورد پیشگیری و نحوه برخورد با این ویروس چقدر تکلیف مردم روشنه؟ همه اینکه تکلیف بعد از کجا روشن بشه شاید سوالیه که خیلی ها بعد دنبالش میگردن، اینکه نهادهای رسمی چه اطلاعات چه در اختیار مردم قرار میدن. بعد بگم در چند روز گذشته یه اینفوگرافیکی از طرف اورژانس تهران در توییتر دست به دست میشد که اطلاعاتش باز بر اساس سازمان بهداشت جهانی منتشر شده بود. یه سری از اطلاعات اولیه رو میداد که همه دنیا فکر میکنم الان دیگه برش واقف هستن، مثل اینکه تنگی نفس، سرفه، تب بالاتر از 38 درجه اگه کسی دچارش بشه از علائمی هستش که ممکنه که دچار ویروس کرونا باشه، یا اینکه چه کار باید بکنن، دستشون رو باید بشورن. ولی اینکه چقدر این مداوم اطلاع رسانی میشه، در چه شبکه‌هایی از چه طریقی به مردم گفته میشه، باز از اون نکاتی هستش که شک رو بر مردم بیشتر میندازه. خیلی از کانال‌های تلگرامی یا گروه‌هایی که افراد در تلگرام عضوش هستن به صورت سرخود یه سری اطلاعات درمانی رو منتشر کردن و همین رو مردم بدون اینکه اطلاع داشته باشن منبع دقیق این اخبار یا این اطلاعات یا این توصیه کجا هست گوش میکنن بهش، و همین هم ممکنه اشکال ایجاد کنه. ادامه پروازها به چین هم مناقشه برانگیز بوده. بله، مشخصا در روزهای گذشته خبر مسئولین منتشر شد که پرواز سفرهای چینی یا مسافران چینی به ایران جلوگیری میشه. باز امروز سری خبرها اومد که نه، پروازها همچنان ادامه داره. ویدیویی که مشخصا در گزارش شیدا دیدیم از اون ویدیوهایی بود که خیلی دست به دست شده بود، امروز نشون میداد فرودگاه استانبول رو که مسافران چینی باهاش ترانزیت میشن بر
اساس اون چیزی که در ویدیو گفته میشد، سفیر چین در ایران امروز دو بار توییت فارسی کرده و گفته که با مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان صحبت کرده و گفته که مدیر عامل شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرده که تمایل داره همکاری با چین رو ادامه بده. ولی اینکه یه سری از ایرانی ها، ما از روزهای گذشته هم باشون صحبت کردیم، مشخصا دانشجوهایی هستن که در چین گیر افتادن، نمیتونن به ایران برگردن، اونها در چه شرایطی هستن؟ ما با یکی از اونها در ووهان صحبت کردیم که مفصلا از شرایطش برای ما گفته. اینو با هم دیگه بشنویم. آخرین اطلاع رسانی که همین لحظه به ما از طرف سفارت اعلام شد، گفتن که قراره پروازی روز سه‌شنبه ساعت 21 شب از تهران به ووهان انجام بشه برای خروج دانشجو، و امیدواریم که در واقع تلاشایی که کردن نتیجه بده و 100% این برنامه تغییر نکنه و ما بتونیم به ایران برگردیم، چون طی روزای قبلم برنامه های دیگه ای بود که متاسفانه کنسل شد. همه ما نگران از این هستیم که کی در واقع میتونیم بریم. خیلی از کشورهای دیگه خارج شدن و ما هم خیلی سریع، میگم فکر کنم روز دومی بود که شهر قرنطینه بود و ما درخواست خروج داشتیم از سفارت. خواهشمون از سفارت این بود که لطفاً به ما بگید امکانش هست، میتونید ما رو مثل بقیه کشورها از این شهر خارج کنید یا نه. به ما گفتن امکانش هست و در حال پیگیری هستن و هر روز دارن جلسات متعددی رو برگزار میکنن. یه خواهشی رو داشتم از هموطنای عزیزمون که الان توی ایران هستن. ما میدونیم که شما نگران هستید و فکر میکنید که الان این 70 دانشجوی ایرانی که توی ووهان هستن همشون این ویروس رو دارن، ولی ما مطمئنیم، هم من و همه دوستام، که ما هیچ کدوم از علائم و نشانه های بیماری رو نداریم و وقتی قرار بشه که ما به ایران برگردیم تحت شرایط خاصیه که همه ما چک میشیم و اگر یکی از ما حتی یک درجه بالاتر باشه چین به ما اجازه خروج نمیده و برای اطمینان بیشتر ما 14 روز توی هتل توی ایران قرار قرنطینه بشیم که البته هیچ اطلاعی از شرایط قرنطینه و مکانش و نحوه اون نداریم، ولی به ما گفتن که 14 روز قراره که قرنطینه بشیم و ما هموطنای شما هستیم که میخوایم به ایران برگردیم. چینیا توی این چند مدت پروازاشون به ایران حتی امروز داشته انجام میشده و جمعیت زیادی از چینیا همچنان دارن به ایران وارد میشن. پس من نمیدونم چرا هموطنان ما فقط مشکلشون ورود ماست به ایران. توی چند روز اخیر دوستای من که با خبرگزاری‌های مختلف مصاحبه ای داشتن، متاسفانه کامنت هایی که از طرف مردم، فیدبک هایی که از طرف مردم اومد، همه درخواست داشتن از دولت کاری برای ما نکنه یا ما به ایران بر نگردیم. ولی واقعا چرا؟ ما تنها جایی که الان میتونیم بریم در حال حاضر ایرانه، فقط کشور خودمونه. شرایطمون از روزی قرنطینه شروع شد روز به روز داره بدتر میشه، چون در واقع ما هیچ اطلاعی نداشتیم که این قرنطینه میخواد چند روز طول بکشه. روزای اول که بالاخره توی خونه مقداری مواد غذایی و اینا بود که مشکلی نداشتیم، و بعد از یکی دو روز که ما شروع کردیم در واقع با سفارت صحبت کردیم، یه کمک های از طرف سفارت به ما ارسال شد، ولی خب اون چیزا هم داره تموم میشه و ما همچنان هیچ گونه رفت آمدی توی سطح شهر نیست و مغازه روزای خاصی و در واقع ساعتهای خاصی از روز باز هستن، که ولی اونم باز همه چیز موجود نیست و خیلی بچه ها میترسن که برن بیرون. یعنی خود من به شخص خیابون که میریم هیچ کسی رو توی خیابون نمیبینیم. صدای یکی از دانشجویانی بود که در شهر ووهان چین گیر کرده. خیلی ممنونم از همکارم فرین دقی‌زاده. چین با یکی از بدترین اپیدمی‌های ویروسی دست به گریبان. هر روز خبرهایی در مورد ابتلا عده بیشتری از مردم این کشور به ویروس جدید کرونا منتشر میشه و شمار قربانیان در حال افزایشه. این وضعیت بر اقتصاد چین هم اثر گذاشته. مقام‌های چین در تلاشند با تزریق پول به نظام بانکی بحران رو مهار کنند. مهدی بیگی گزارش میده. چند روزی بیشتر از آغاز سال نو چینی نگذشته، اما اینجا بوی سال نو نمی آید. شیوع نسل جدید ویروس کرونا پیامدهای اقتصادی زیادی برای این کشور داشته،
از لغو تورهای مسافرتی، پروازها و تعطیلی هتل‌ها و اماکن تفریحی گرفته تا سقوط ارزش سهام. اینجا در شانگهای این فروشگاه اپل روی تابلوش نوشته تا یک هفته دیگر تعطیل است. همه مغازه‌ها بستن. اومدم اپل تا محصولات جدید رو ببینم اما بسته است. همه فروشگاه اپل تعطیلن. جایی نمیتونم برم و باید خونه بمونم. تعطیلات سال نو تمدید شده تا شاید این به کاهش سرعت گسترش ویروس کمک کند. اما تعطیلی بیشتر برای مردم یعنی بیکاری و از جیب خوردن. معلومه که حال خوبی نداریم. ویروس اثر زیادی تو زندگیمون داره. نمیتونیم کار کنیم و درآمدی نداریم. ترجیح میدم بیام بیرون و کار کنم تا اینکه خونه بمونم. برای تامین هزینه هامون مشکل داریم. معمولاً این موقع از سال شهرهای چین پر از گردشگر است. گردشگرانی که کمک زیادی به اقتصاد چین میکنند. با شیوع ویروس گردشگران زودتر این کشور را ترک کردند. عده زیادی هم از سفر به این کشور صرف نظر کردند. گردشگر نیاید، سود گردشگری هم نمی آید. ووهان منشأ شیوع ویروس کرونا است. بر اساس آمار دولت محلی ووهان، پارسال درآمد این شهر از گردشگری معادل 357 میلیارد دلار بوده. بیش از 50 پرواز بین المللی از 20 کشور به طور هفتگی مسافران را به شهر ووهان می بردند. اما حالا این پروازها لغو شدند. اعمال محدودیت برای ورود مسافران چینی درآمد گردشگری بعضی از کشورهای دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده. اما اپیدمی بیشتر از همه خرج روی دست چینی ها گذاشته. خسارتهای تجاری و درآمدی به کنار باید هزینه درمان این همه بیمار را هم در نظر گرفت. چین برای کاهش تأثیرات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا اقداماتی در نظر گرفته. از جمله اختصاص 173 میلیارد دلار بیشتر به اقتصاد این کشور. بانک مرکزی چین میگوید از این طریق قصد دارد مطمئن شود که نقدینگی کافی در سیستم بانکی وجود دارد و این اقدام باعث ثبات بازار ارز هم می شود. بانک ها هم گفتند که به شرکت ها وام های اضطراری و طولانی مدت می دهند و بهره ها را کم می کنند. برای بنگاه های کوچک در بخش های تجارت، اسکان و گردشگری که بسیار تحت تأثیر این بیماری همگیر قرار گرفتن، کارهای زیادی انجام دادیم. از جمله تمدید و تعدیل شرایط وام. اونا نیازی به بازپرداخت وام در موعد مقرر یا پرداخت جریمه دیر کرد ندارن. هنوز رقم دقیقی در مورد خسارت اپیدمی کرونا در چین منتشر نشده. در این شرایط، رئیس صندوق بین المللی پول میگوید هنوز با پوزش به دلیل مشکل فنی که در پخش این گزارش پیش اومد، گزارش بود از همکارم مهدی بیگی، اما رضا قرشی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون از شهر پومونا در ایالت نیوجرسی آمریکا با ما هستند. آقای قرشی، چقدر اگر از موضوع ایران و چین شروع بکنیم ادامه پروازها بین ایران و چین به دلیل ناگزیری‌های اقتصادیه؟ بله، با سلام. ناگزیری‌های اقتصادی و سیاسی، متاسفانه دولت ایران انقدر آیزوله است که این رو دیدیم که حالا دولت از زاویه منافع ملی یک تصمیم گرفته، ولی ظاهرا سپاه و اونایی که به هر حال میخوان رابطه با چین برقرار باشه این رو وتو کردن، که این خودش خیلی گویاست اینکه دولت چقدر قدرت داره و اینکه اولویت‌های ایران چیست. ولی اقتصادی هم هست، تن باز ممر عمده ارتباط ایران با چین. گفته میشه که گویا در مورد خطر بیماری مبالغه صورت میگیره و ممکنه اونقدرها هم وضعیت بد نباشه. از منظر اقتصادی بعضیا میگن که این شاید هم یکی از وزرا در آمریکا گفته که خیلی برای آمریکایی‌ها بد نباشه. چقدر این ارزیابی درسته؟ بله، متاسفانه باید در مورد اقتصادی میتونه درست باشه. من فکر کنم باید سه چیز از هم تفکیک کرد. یکی اثرات روانی اینه که خب خیلی قویه، خیلی شدیده، به خصوص آدمایی که اون تو هستن و واقعا این رو نمیشه با هیچ چیزی اندازه گرفت. آدمایی که درگیرشن خب خیلی ناراحتن، خودشون، فامیلشون، آشناهاشون، اون به کنار.
اقتصادی اگر صحبت از اثرات بالفعل میکنیم یا بالقوه، بالفعلش خیلی اثر داشته، اتفاقا رو همون چیزایی هم که گفته شد، صنعت توریسم، صنعت هواپیمایی، لغو پروازها. چیزی که من میخوام اضافه کنم اینه که اتفاقا اثر این رو اقتصاد چین کمتر از اونی که میتونست باشه بوده، برای اینکه این تعطیلات نوروزی بود تو چین، یک هفته عملا تولیدی نبود، این رو گسترش دادن و از این بابت اثرات بالفعلش روی اقتصاد چین آنقدری که باید نیست. با صحبت از 60 بیلیون دلار و اینا من ارقام دیدم میکنن، ولی اثراتش رو کشورهای دوروپر چین که روی این توریسم برای تعطیلات چین حساب میکردن اثر داشته و پروازها، اما اینا تاثیرات بالفعلشن که تا حالا شده. اینا زیاد مشکلی نخواهد بود اگر بالقوه این تحت کنترل بشه. حالا این هنوز در حال رشده. من بهترین خوشبینانه ترین پیشبینی که دیدم مال مقامات بهداشتی چینه که میگن تو 2 تا 4 هفته دیگه این کنترل میشه، حالا اون یعنی گسترشش متوقف میشه، حالا تا که این بیاد به صفر برسه خیلی است. این بستگی داره، اگر این اتفاق بیفته بله منم معتقدم اثرات اقتصادیش خیلی کمتر از اون نیست که ترس دارن. 2 فاکتور هم اضافه میکنم، یکی این که اولا چین برنامه 5 ساله اقتصادیش امسال سال آخرش یه سری هدف‌ها داره که به هر حال یه سری اقدامات انبساطی میکرد و حالا این هم بهانه شده تا هم الان تا اونجایی که من خوندم حدود 22 بیلیون دلار گفتن توی گزارش شما هم می اومد که یه سری مؤسسات کوچک تضمین دادن. اتفاقا به این ترتیب متاسفانه فرصتی خواهد شد برای اینکه به اصطلاح اقتصاد رشد سریعتری بکنه. حجم معاملات بین چین و آمریکا نگاه می‌کردم بر اساس آمار سال 2018 737 میلیارد دلار برآورد شده. میدونیم که چین در اقتصاد دنیا تبدیل به یک نیروی غیر قابل جایگزین شده. انزوای چین آیا راه حلی هست که راه حل درستی باشه از منظر اقتصادی؟ اینی که خیلی از کشورها پروازهای خودشون رو لغو کردن یا مرزهای خودشون رو بستند؟ این اثر عرض کردم، اثر روانیش خیلی بالاست، اثر انسانیش خیلی بالاست برای کسانی که درگیرن، ولی نه اثر اقتصادی زیاد نیست. این زیاد نیست، درست میفرمایید. نه تنها چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست، چین بزرگترین در خیلی موارد با فاصله زیاد بزرگترین تولید کننده مواد اولیه و نیم ساخته برای بقیه اقتصاداست و اگر چین این اون قسمتش به انزوا بکشه غیر قابل جبرانه و یه مقدار هم ترس، یه مقدار نه همش، ترس بازارهای اوراق و اینا اینه که اگر این کنترل نشه و چندین ماه دیگه ادامه پیدا کنه و گسترش پیدا کنه که مرزاشون رو به سوی کالاهای چینی هم ببندن خیلی بده. من شانسش رو راستش کم میبینم، امیدوارم که اینطوری نشه. بسیار بسیار ممنونم از رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون از پومونای ایالت نیوجرسی با ما. دولت افغانستان میگوید که آماده است همه دانشجویان افغان را از شهر ووهان چین برگرداند. وزیر صحت گفته که برای انتقال آنها هواپیما تعیین شده اما منتظر مشورت‌های فنی سازمان جهانی بهداشت در این مورد است. به گفته او این دانشجویان بعد از رسیدن به کابل دست کم 2 هفته در قرنطینه خواهند ماند. وزارت صحت امروز دوباره تاکید کرده که تدابیر لازم را برای پیشگیری و مقابله با شیوع احتمالی ویروس جدید کرونا در پیش گرفته. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. ما با وزارت تماس مستقیم هستیم. ویروس کرونا نقل مجالس این روزهای افغانستان. مقام‌های مسئول پیام خوبی به مردم دارند. از حدود 50 افغان در ووهان چین هیچ یک به این ویروس آلوده نشده و پای این ویروس هم به افغانستان نرسیده. برخلاف صدایش که گوش بسیاری را کر کرده. نگرانی از انتقال این ویروس به کشور هر روز بیشتر می شود. تیم صحی ما آماده است تا ای به شهر ووهان بره و مسئولین ما را از شهر ووهان مستقیما انتقال بدیم به افغانستان. ما زمینه قرنطین برشون مساعد کردیم. اما یک سوال دیگه هم برای من از نگاه تکنیکی مواجه میشه، از نگاه اخلاقی مواجه است که آیا اگه 40-41 نفر انتقال بدیم
با آمدن از وا ما میتونیم که 30 میلیون نفوذ وقایه کنیم. یعنی با آوردن 41 نفر ما 30 میلیون انسان مواجه با مرض میسازیم. سازمان بهداشت جهانی توپ را به میدان دولت افغانستان میاندازد برای معلوم کردن سرنوشت دانشجویان. افرادی که از کشورهای مختلف در چین هستند و یا در به طور خاص در ووهان هستند توصیه نمی کند، اما این مربوط میشه به کشورهای که خودشان تصمیم میگیرند که آیا لازم میبینند که افرادشان را تخلیه کنه. از یک هفته به این سو پزشکان در فرودگاه ها و بنادر بزرگ افغانستان موظف شدند. کارشان معاینه مسافرانی شده که از چین به کشور می آیند. موارد مشکوک قرنطین می شوند. ما بسیار زیاد خوشحال هستیم که این کارا را میکنن، این سوالا را میکنن، از ما پرسان میکنن و ما را چک میکنن. ما خود ما هم قبل از اینکه اینجا بیم تصمیم وزیر داشتیم که تا 14 روز حداقل اگر در کابل باشیم، در کابل خود جدا از فامیل خود، از دوستای خود نگاه داشته باشیم. اگر خانه رفتیم هم چنین کارا بکنیم. هرچند این معاینات هم از نظر سازمان بهداشت جهانی عدم انتقال ویروس را تضمین نمی کند. مردم نگران تبدیل شدن کرونا به طاعون قرن. سبب مرگ مردم در کشور می شود. با خاطر باید از نیازهای دولتی ما خواهش مندیم که در راستای مرض خطرناک جلوگیری های خود بگیرن. نگران هستیم به خاطر افغانستان سهولت زیاد نداره و خصوصا میدان هوایی مجهز نیست. برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا متخصصان توصیه میکنن که دستها روزانه منظم و مکرر شسته بشه و یا هم از ضد عفونی کننده ها استفاده بکنیم. پوشیدن دستکش و همچنین ماسک میتونه خصوصا وقت بیرون رفتن به ما خیلی کمک بکنه. همچنین مصرف روزانه ویتامین سی مقاومت بدن را در مقابل ویروس بالا میبره. اما مهار کردن این ویروس دغدغه بسیاری از کشورهاست. ویروسی که علائمی چون عطسه، سرفه، آبریزش بینی و دهان، سردردی و تب بالا دارد. نسرین نوا، BBC، کابل. رفراندوم یا انتخابات کدام یک راه حل بنبست سیاسی فعلی در جمهوری اسلامی ایران است؟ هر دو یا هیچ کدام. در حالی که بحث بحران مشروعیت نظام بالا گرفته، طیف نزدیک به حکومت و محافظه‌کاران خواستار مشارکت حداکثری در انتخاباتند. اما بعضی از اصلاح طلبان که یارانشان در جریان رد صلاحیت‌های اخیر قلع و قمع شده اند، از رئیس جمهوری خواستند پیگیر برگزاری همه پرسی درباره نظارت استصوابی باشد. مهرزاد کهنروز گزارش می‌دهد. 14 پس از انقلاب اسلامی ایران، تصمیم گیران نظام تولد جمهوری اسلامی را جشن می‌گیرند. با ادای احترام در مرقد بنیانگذار انقلاب، نظامی که مشروعیتش این روزها با چالش بنیادی روبروست، فراز و فرودهای سیاسی و اجتماعی در سیستمی که چند ماهی است ضرب تحولات در آن به شکلی چشمگیر تندتر شده، وضعیتی که انگلیسی زبانها به آن رولر کوستر میگویند. اعتراض و آشوب و کشتار وسیع در آبان سیاه، کشته شدن پرنفوذترین شخصیت نظامی ایران در منطقه، حمله به پایگاه نظامی آمریکا در عراق، زدن هواپیمای مسافربری خارجی با اشتباه انسانی و کشته شدن 176 انسان در آسمان، همه اینها تنها در 4 ماه. معضلاتی که هر کدام میتواند معادلات سیاسی یک کشور را به سمتی کاملا متفاوت تغییر داد، و همه اینها در آستانه ی انتخابات مجلس در ایران، چالشی بزرگ که حتی رئیس جمهوری ایران آن را انتخاباتی تشریفاتی خوانده. در کنار آنهایی که از اصلاح نظام دل کندند و خود را نزدیک به طیف برانداز می دانند، آنها که اصلاح طلب هستند حالا فرمول تازه ای را پیشنهاد می دهند، فرمولی که حسن روحانی هم بارها از آن حرف زده. مردم ایران، مردم ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل 59 قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل 59 قانون اساسی
میگه در برخی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مراجعه به آراء مستقیم مردمه. اگر در دو تا مسئله ما اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارن، دعوا نداره، شعار نداره، صندوق آرا را بیاوریم. اصلاح طلبان که حالا در پی حوادث اخیر و رد صلاحیت‌های گسترده خود را در وضعیتی آچمز می‌بینند، خواست روحانی را فریاد می‌زنند. یکی از احزاب پرنفوذ اصلاح طلب امروز چنین بیانیه‌ای داده: ما به عنوان یکی از احزاب شناخته شده و شناسامدار باورمند به مبانی نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی، از جناب‌عالی تقاضا داریم از طریق ارائه لایحه قانونی با قید فوریت برای انجام همه پرسی اقدام قانونی لازم را کلید بزنید تا رأی فصل الخطابی ملت ایران زمین ساز آشتی ملی شود. منظور اصلی از قانون اساسی است که شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را بر همه انتخابات اعمال می کند. و امام عزیز و بزرگوار ما توانست دو یادگار بزرگ را برای تاریخ ما و کشور ما به ارمغان بیاورد، و اون جمهوریت و اسلامیت بود. شکاف حالا میان بخشی از مردم و حاکمیت انقدر وسیع و جدی است که برخی از نیاز به آشتی ملی میگویند، هرچند برای خیلی های دیگر شاید این اصلا شدنی نباشد. این فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سراسر کشور، در واقع این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک‌هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد. در 41 تولد نظام جمهوری اسلامی حالا تشتت آرا به نظر پررنگ تر از اجماع است. مرشد کهن روز، بی بی سی. مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی و دبیرکل جبهه آزادی از تهران با ماست، و همینطور امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانای آمریکا. سال اول رو از آقای خزعلی میپرسم. آقای خزعلی، اگه بخواد همه پرسی صورت بگیره، چقدر موضوع نظارت استصوابی در اولویته؟ با سلام خدمت شما و بینندگان. ببینید، اساساً خواستن همه پرسی در شرایطی که الان ما هیچ شانس انتخابات هم نداریم، در واقع سنگ بزرگی است که نشان نزدن است. ما به جای اینکه بگیم همه پرسی، که البته خیلی خوبه و اصل 59 قانون اساسی ماست، اما ما میدونیم اون نمیشه. در واقع دوستان عزیز اصلاح طلب ما یک نامه‌ای رو دادن که به اسم محجتی کرده باشن، بگن میدونیم انتخابات نیست، اینم نمیشود. ولی واقعیت اینه که آیا در این مدت از ظرفیت‌هایی که میشد، از اون مسیرهایی که آجرهای تلاش و مبارزه مدنی رو شکل بدیم و به سمت دموکراسی بچینیم، آیا استفاده کردیم؟ مشکلی که الان ما داریم این است که مدتی بسیاری از عزیزان مخالف، اپوزیسیون، منتقدین در بر طبل تحریم میکوبند. خب حالا رسیدیم به جایی که یه عده‌ای رد شدن، بله شاخص ها رد شدن. من میخوام اینو بگم عزیزان اصلاح طلب، این شاخص ها در این 40 سال بودن، چه کردن؟ در همین مجلس ما 100 نفر فراکسیون امید داشتیم، چه کردن؟ کاری نکردن. اگر ما به جای تحریم و به جای تکیه کردن به این قبیله 200 نفره اصلاح طلب، موسوم به اصلاح طلبی، و 200 نفر اصولگرایی که اومدن در این 40 سال پست ها رو، مناصب رو دست به دست کردن، می رفتیم سراغ آدم های تکنوکرات، آدم های علمی، آدم هایی که می خواهند به جنگ جهل برن، می تونستیم لیست
غیر قابل رد شدنی داشته باشیم، افرادی که نتونن ردشون کنن، افرادی که پستی نداشتن که بخواهن به بهانه اون پست ها و مشاغل قبلی ردشون کنن. نکردن. خب آقای خزعلی، سوالی پیش میاد اینه که خب وقتی خیلی از نزدیکان نظام تحمل نمیشن، چطور میشه آدمهای تکنوکرات و علمی رو به قول شما بر سر کار آورد؟ ولی خب اجازه بدید که از آقای سوفیان مهر هم نظرشون رو بپرسم. آقای سوفیان مهر، شما چی فکر میکنید؟ همه پرسی قابلیت این رو داره که مشکل فعلی ایران رو حل بکنه؟ ببینید، ما هر راه حلی که میخوایم ارائه بدیم باید تناسبی با اون ماهیت مشکل باشه. مشکل اساسی جمهوری اسلامی فساد و ناکارآمدی ذاتیه و اینها راه حل‌های عینی میطلبه. به قول فیلسوفان قدیم، رفراندوم جز امور اعتباریات، نه امور حقیقی. برای چیره شدن بر فساد و ناکارآمدی سیستماتیک، ما نیازمند استقلال قوه قضاییه هستیم، نیازمند فعالیت احزاب مستقل هستیم، نیازمند حذف ولایت فقیه هستیم، نیازمند تغییر قانون اساسی هستیم و به طور خلاصه نیازمند پایان دادن به این مناسبات فاسد و ناکارآمد جمهوری اسلامی هستیم. تا وقتی که این مناسبات برقرار باشه، از دل این فساد تنها فساد زایده خواهد شد. اصلاح طلبان چون که اصولاً برنامه ای ندارن و اصولاً نمیتوانن برنامه ای داشته باشن، چون که داشتن هر گونه برنامه برای حل مشکلات بنیادی بدون خودفریبی و بدون مردم فریبی اونا رو در موضع ساختار شکنانه و براندازانه قرار میده، اونها این شجاعت اخلاقی رو ندارن که برنامه ای رو به سامان ارائه بدن. همچنین اصلاح طلبان نمیتونن از این نعمات لایزال سفره انقلاب و چرب و شیرین نظام دل بکنند و خودشون در اون فسادها و تباهی های دهه 60 نقش داشتن. مجموعه تمام این عوامل، ماهیت جمهوری اسلامی، ماهیت اصلاح طلبان، ماهیت گفتار اصلاح طلبی که اصولا بر اساس فهم درست و بنیادین از مشکلات و مصادر فساد جمهوری اسلامی بنا نشده، باعث میشه که تمام این راه حل جز تداوم و فساد و تباهی وضعیت کنونی به اصطلاح عاقبتی دیگه و فرجامی دیگه نداشته باشه. پس منظورتون اینه که نمیشه به همه پرسی امید بس؟ خیلی کوتاه. به هیچ وجه. خب آقای خزعلی، شما فضایی رو ترسیم کردید که به نظر میاد گرفتار انسداد سیاسی هست ایران. گفتید که انتخابات اینطور، همه پرسی هم از اون جهت قابل اجرا نیست. خب در چنین شرایطی چه کاری میشه کرد؟ این گروه از حالا اصلاح طلبان میگن که به قانون اساسی مراجعه کنید، به اصل 59، در اونجا به همه پرسی اشاره شده، مسیر از نظر اونها مشخصه. ببینید، اینها مسیر مشخص نیست. گفت طرف رو به ده راه نمیدادن، سراغ کل خدا رو میگرفت. آقا در انتخابات رو راه نمیدن، تو دنبال رفراندومی. کسی که انتخابات رو نمیذاره انجام بشه و قبل از تو داره آقای جنت انتخاب میکنه، طبیعتا رفراندوم به نحوه اولا انجام نمیشه. ما رفراندوم که انجام نمیدن و این یک تعارف، در واقع یک نامه ایست برای اینکه بهانه ای باشه برای اینکه ما کار نکردیم. من میخوام بگم عزیزان به اصطلاح اصلاح طلب، شما اگه میخواستین اصلاح کنید 8 سال دولت دستتون بود. این دولت آقای روحانی هم که منتخب شماست، اون گام اساسی رو برداشتین که الان دم انتخابات باز دوباره میخواهید یه بهانه ای بگیرید. آخر 8 سال آقای خاتمی فرمودن که من تدارکاتی بودم. در طول این 8 سال نگفتی آقای روحانی تو رو هر هفته نشسته جلوی خبرنگاران و بگه من پیگیر شدم، مثلا مسئله حصری که قبل از انتخاب شعار دادم، سخنرانی کردم، گفتم من اگه میخوان حصر شکسته بشه رأی بدهید. مردم رأی دادن. نشستی جلوی خبرنگارا بگی من این نامه رو نوشتم، این جلسه رو گذاشتم و این گونه شد که نذاشتن حصر انجام بشه؟ آیا گزارش به مردم دادید؟ آیا با مردم سخن گفتید؟ انتخابات یه نامه ای میدین، یه سنگی هم میندازین که نشدنیه. آقا دو هفته مونده به انتخابات شما میگید رفراندوم. یعنی این که بخشید، شما تمام انقلاب رو، انتخابات رو، همه رو خودتون میدونید. اگه شما رد شدین یعنی دنیا رو آب گرفته، مثل لانه مورچه‌ای که یک کم آب اومده و دنیا رو آب گرفته.
عزیزان من، اگر تو این مدت معنی نمی‌کردیم می‌رفتین دنبال آدم‌های دانشمند، اندیشمند، تکنوکرات و این قبیلتون رو می‌داشتین کنار، قبیله‌ای که همیشه پست خواسته، همیشه دنبال این بوده سر سفره باشه، از دیوار سفارت رفته بالا، بالا سر ما آورده، دست دلم نمی‌کنه از این سیاست. عزیز من، اگه شما سیاست درست بود، از دیوار دیپلماسی بالا نمی‌رفتید. بسیار. اگه مقداری متمرکز بشیم آقای خزلی بر موضوع رفراندوم آقای سفیان مهر، در هر صورت بسیاری از کسانی که اوضاع ایران رو دنبال میکنن میگن که گزینه‌های زیادی پیش رو نیست اگر بخواد انسداد سیاسی فعلی شکسته بشه. خب اگر بنابر این باشه که نظام فعلی رو اصلاح بکنن یا اگر بنا باشه که از شرایط فعلی گذر بکنن، چه راه حلی غیر از رفراندوم یا همه پرسی عملی تره با توجه به قانون اساسی، با توجه به ساختار حکومت؟ ببینین، ما در شرایطی، همونطوری که شما گفتید، ما در شرایطی نیستیم که گزینه‌های مطلوبی رو داشته باشیم. گزینه‌های ما همگی گزینه‌های بسیار نامطلوبن، ولی از سر ضرورت مجبوریم اونا رو انجام بدیم. مثل اینکه فرضاً پزشکی به ما بگه که شما مثلا تا اگر که دست به عمل جراحی نزنید، اگر پاتون رو قطع نکنید، تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیستید. این دیگه بستگی به میل و خواست ما نیست که آیا این به اصطلاح جراحی کرد، تن دادن به جراحی گزینه مطلوبه یا نه. این ضرورته. ما اگر ما جمهوری اسلامی رو باید به عنوان یه شر سیاسی بپذیریم و از ببینیم که از دل این شر سیاسی هیچ چیز مطلوبی در نمیاد. مشکل مبانی نظامه، مشکل مبانی بنیانگذار نظامه، مشکل اهداف و آرمانهای نظامه. شما از یه طرف نمیتونید بر اون مبنا تکیه کنین، از یه طرف دیگه بخواین داعیه اصلاح طلبی داشته باشید. جدای از اینکه این طایفه اصلاح طلبی طایفه اصلاح طلبی کنونی هستن یا اصلاح طلبی جدید هستن، ببینید جمهوری اسلامی ناقص الخلقه به دنیا اومده و الان تبدیل به هیولا شده. هیولا رو شما نمیتونین دست آموز کنید. اصلاح طلبا خواستن این گرگو دست آموز کنن و بدتر از اون انتظار داشتن که آقای سفیان مهر، این تعداد از فعالان سیاسی میگن مثلا در قانون اساسی راهی برای رفراندوم یا همه پرسی باز شده، از اون مسیر شاید بشه وارد شد. شما که میگید کل این حکومت دوچار مشکل هست، چه راهی رو پیش پا میگذارید؟ چه کار باید کرد اگر در صحنه عمل بخوایم کاری رو توصیه بکنیم؟ ببینید، در پاسخ به این راه حل ناکارآمدی که اصلاح طلبان اشاره کردن، فرض کنید تمام 290 نماینده هم شد اصلاح طلب و همه اینا برنامه‌های اصلاحی داشتن، با شورای نگهبان چه کار می‌خوام بکنم؟ با حکم حکومتی چه کار می‌خوام؟ همه اینا مبنای در قانون اساسی داره و کسی که فرم رو امضا می‌کنه پیش از اینکه وارد عرصه انتخابات شه که به مبانی ولایت فقیه و قانون اساسی پایبنده، اصولا خودشو خلع سلاح کرده. این اصلا اجازه نمیده به شما قدمی بردارین. راه حل اینه که ما از این راه حلای خیالی دست برداریم و با این واقعیت تلخ و تراژیک مواجه بشیم و بپذیریم که جمهوری اسلامی و این هیولاوشی جمهوری اسلامی باید به پایان برسه و ما اینو باید به پایان ببریم. حالا چه لوازم و تبعاتی رو لازمه برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی که ایران رو با یه خطر مرگبار روبرو کرده، اون موقع میشه بحث کرد. اول برای داشتن راه حل، اول باید توهم و امید تازه کنار گذاشت. پس شما هنوز راه حل مشخص و روشنی به ذهنتون نرسیده؟ خیلی خب آقای خزلی، شما خیلی تاکید کردید که بله، حالا میرسیم بهش. تأکید کردید که باید سراغ آدم‌های علمی و تکنوکرات می‌رفت، هر مشکلی هم بوده از اصلاح طلبان بوده، شاید هم بخشی مربوط به اصولگراها. این تعداد از فعالان سیاسی میگن که اصل 59 زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه که بر اساس اون میشه از راه مجلس به سمت همه پرسی رفت. خیلی خب، شما این رو قبول ندارید. از نظر شما چه کاری باید صورت بگیره اگر کاری عملی رو بخواید پیشنهاد بکنید؟
ببینید، من معتقدم مبارزه مدنی بایستی از تمام فرصتها استفاده کنه و گام به گام آجرهای این برج دموکراسی رو بچینه. خب گام اول چی باید باشه؟ اما رفراندوم، همون لایحه درخواست رفراندوم، دو سوم آرای نمایندگان رو میخواد. وقتی شما در حضور در مجلس سستی میکنید، کاهلی میکنید، و ما الان دو سوم نداریم. ببینید، نماینده فراکسیون امید که میخواست رئیس مجلس بشه، یک سوم آرای مجلس رو به دست آورد. ما دو سوم رأی برای رفراندوم کار مهمتریه، رئیس مجلس شدن نیست. میخواد توی نظام یک چالشی درست کنه که حاکمیت انحصار طلب مستبد اصلا اجازه نمیده. حالا میخواد بره به سمت یه همچین فعالیتی، دو سوم آرا رو میخواد. پس این شدنی نیست. شما الان در همین مجلس نتونستین لاریجانی اصولگرا رو جابجا کنید. مردم اومدن 30-0 برنده شدن، اما شما رفتید تو مجلس لاریجانی رو آوردین، که اتفاقا همین حزب اتحاد ملت که الان نامه نوشته و دبیر کلش آقای شکوری راد رفت قم که آقای لاریجانی رو در لیست امید بیارید، ایشون اومد تو مجلس و مردم با تلاششون اومدن شاخص ها رو زدن، اما لاریجانی با لیست امید اومد تو مجلس و رئیس شد. ببینید، ما این خطاها رو داریم. پس انتظار رفراندوم نداشته باشیم. بیام الان، من معتقدم باید تلاش های مدنی کرد، باید تا میتونیم کرسی هایی در مجلس داشته باشیم. پروانه تلاشوری دیگه نداریم، ما علی مطهری دیگه نداریم، ما حیدری هم نمیدونم، همه اینها دونه دونه، همه این کسانی که نطق کردن زده شدن. باید در مجلس آینده سخنور و ناطق شجاع میثاق نام امضا کرده داشته باشیم. بسیار خب، شما فعلا راه حلتون در حد وارد شدن به مجلس هست و داشتن حالا تریبونی در اونجا. آقای صوفیا مهر، شما اگر بخواید گامی رو تصور بکنید که میشه برداشت، چیه برای اینکه این وضعیت عوض بشه؟ اول گذاشتن امید کاذب به کناره. ببین، به امید نباید بال و پرواز داد. به این مورد اشاره کردید، مفصل گفتید که چرا باید این کار کرد. نه، گام عملی جدا از گذشتن از حالا اون فضایی که به نظر شما یک فضای متوهمه. تحریم انتخابات، اول باید تحریم انتخابات صورت بگیره و با تحریم انتخابات این به اصطلاح بیان عمومی و همگانی اعلام عدم مشروعیت که بارها بارها اعلام شده رو ما به حکومت و به طرفداران حکومت و به اصلاح طلبها برسونیم و بعد از اون بسیج اجتماعی برای کنار زدن جمهوری اسلامی. راه حلی جز این نیست. حالا شما اینو راه حل نمیدونه، اجازه بدیم بینندگان بی بی سی خودشون تشخیص بدن که آیا راه حل یا راه حل نیست. ولی اگر از من میپرسید، راه حلی جز کنار زدن جمهوری اسلامی و نوشتن قانون اساسی جدید و آغاز اصلاحات بعد از جمهوری اسلامی راه حل برای حل بحران‌های ایران، حل بحران‌های جمهوری اسلامی نیست که اصلاح طلب روش تمرکز کرد. مشکل بحران‌های کشوری به اسم ایرانه. شما این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کنید. بسیار ممنونم از امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از ایالت ایندیانا آمریکا با ما، و همینطور مهدی خزعلی، نویسنده و فعال سیاسی از تهران با ما. طبعا ما علاقمند هستیم که استدلال های همه طرف ها رو بشنویم و قضاوتی هم در مورد این استدلال ها نداریم. و اما ایران میگوید که عربستان نمایندهش را به نشست سازمان همکاری های اسلامی راه نداده. این نشست قرار است فردا در جده برای اعتراض به آنچه معامله قرن نام گرفته تشکیل شود. نیمه شب گذشته اسرائیل نقاطی را در غزه بمباران کرد که ارتش اسرائیل دلیل آن را واکنش به شلیک راکت و فرستادن بادکنک‌های حامل آتش از غزه به طرف مناطق اسرائیلی اعلام کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مرداد فرهمند. تظاهرات دیشب در غزه علیه معامله قرن. از زمانی که از این معامله رسما رونمایی شد، این تظاهرات هر شب در غزه برپاست. همزمان با تظاهرات هم جوانان غزه آتش به بادکنک می‌بندند و به باد می‌سپرند تا به سوی اسرائیل ببرند. باز هم همزمان با تظاهرات تماسی هم میان تهران و سران غزه برقرار شد.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در گفتگوهای تلفنی جداگانه با رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دبیرکل جنبش جهاد اسلامی بر حمایت از ملت و آرمان فلسطین تاکید کرد. سردار قاآنی افزود موضع تهران پس از ترور شهید سلیمانی در حمایت از نیروهای مقاومت فلسطین محکمتر و مصممتر خواهد بود. البته اسماعیل هنیه این تماس تلفنی را در استانبول دریافت کرد، جایی که حرف‌های دلگرم کننده مشابهی از اردوغان شنید و در قصر واپسین سلطان عثمانی از او پذیرایی شد. ساعتی نگذشت که بمب‌ها و راکت‌های اسرائیل بر غزه نازل شد. بمب و راکت به تلافی بادکنک. البته بادکنک‌هایی که گاه آتشی که از غزه می‌آورند، گوشه و کنار کشتزاری را هم در اسرائیل ممکن است بسوزاند. بالا گرفتن تنش ابتکار عمل را به دست تندروها می اندازد و فشار را بر تشکیلات خودگردان فلسطینی بالا می برد. لن اقبل هذا الحل اطلاقا، لن اقبل به ای شکل. من این راه حل را به هیچ وجه نخواهم پذیرفت، چون این چیزی را در تاریخم و در میهنم ثبت نخواهم کرد. اما رهبران عرب جز به حرف بسنده نکردند. هذا قرار ممتاز. دبیر کل اتحادیه عرب نشست دیروز این اتحادیه را روزی خوب برای فلسطینیان وصف کرد. علی الموقف الفلسطینی، قرار است قطعنامه پشت قطعنامه در محکومیت معامله قرن صادر شود. نحن سوف ننطلق يوم الاثنين الى منظمه التعاون الاسلامي. روز دوشنبه در سازمان همکاری های اسلامی هم قطعنامه شبیه به همین صادر خواهیم کرد. من منظمت التعاون الاسلامی. ایران با اینکه عضو این سازمان است در نشست فردا غایب خواهد بود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دولت عربستان به هیئت نمایندگی ایران روادید ورود به محل نشست در جده نداده. قرار بود حسین جابری انصاری معاون امور مجلس وزارت امور خارجه نماینده ایران در نشست فردا باشد، اما از چنین گرد همایی هایی بعید است چیزی جز قطعنامه‌ای بیرون بیاید که روی خرواری از قطعنامه های بی اثر پیشین تلمبار شود، وگرنه در عمل نشانه ای از هیچ اقدامی در رهبران عرب به چشم نمی خورد. عرصه عمل فعلا کوچه و خیابان است و ابزار عمل هم سنگ و آتش. مرتضی فرهمند، بی بی سی. بریتانیا بالاخره رسما از اتحادیه اروپا جدا شده. حالا سوال اصلی برای بسیاری مخصوصا خارج از اروپا این است که آیا تغییری در سیاست خارجی بریتانیا ایجاد می شود؟ آیا از صف اول دیپلماسی بین المللی فاصله می گیرد یا بیشتر برگسترش رابط اقتصادیش تمرکز می کند؟ بهرنگ تاجدین گزارش می دهد. قصر وستمینستر، مقر پارلمان و قلب قدرت در بریتانیا، ساختمانی کهنسال که این روزها در دست تعمیر و بازسازی است. با خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا هم باید جایگاهی جدید در مناسبات جهانی برای خودش بسازد. سوال این است که این مقام تا چه حد شبیه همون جایگاه قدیمی است. آلیستر برت بیش از 30 سال نماینده مجلس بریتانیا بوده و بیشتر یک دهه گذشته را به عنوان معاون خاورمیانه وزیر خارجه گذرانده. او شاید بهتر از هر کسی سیاست خارجی این کشور را می‌شناسد. عضویت ما در ناتو و اینکه یکی از 5 عضو دائم شورای امنیتیم قدرت دیپلماتیک بالایی برامون فراهم کرده. این مایه سربلندیه که وقتی مشکلی پیش میاد دولت‌ها سریعاً با سفارت بریتانیا تماس می‌گیرن. نه به خاطر اینکه ما ثروتمندترین یا قدرتمندترین کشوریم یا قوی‌ترین نیروی نظامی رو داریم، بلکه به دلیل درک ما از مسائل و نحوه برخوردمون با مشکلات. مواجهه‌ای که البته همیشه دیپلماتیک نبوده. بریتانیا در 2 دهه گذشته دوشادوش آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد و در کنار فرانسه با عملیات نظامیش باعث سرنگونی معمر قذافی رهبر لیبی شد. ولی وقتی سال 2003 پس از حمله شیمیایی به غوطه بحث دخالت نظامی در سوریه مطرح شد، آرای موافق 272، آرای مخالف 285. با خودداری بریتانیا، آمریکا هم
از دخالت نظامی مستقیم منصرف شد. سوریه نمونه دخالت نکردن غرب بود. دخالت نظامی بوده ولی از طرف روسیه، ایران و حزب الله برای حمایت از نیروهای بشار اسد. من در جواب کسانی که میگن هیچ مداخله‌ای نباید انجام بشه میگم ممکنه ما دخالت نکنیم ولی بقیه این کار رو میکنند. متیو بوینگتون پژوهشگر سیاست عمومی در اندیشکده بریتانیا در یک اروپای در تغییر معتقد است فرای نگرانی از تکرار تجربه عراق دیپلماسی بریتانیا دچار عدم انسجام است. تصمیم ها در سیاست خارجی بریتانیا موردی و بر اساس اتفاقات روز گرفته میشه، نه بر اساس یک چشمانداز استراتژیک. این یکی از انتقادهای اصلی از سیاست خارجی بریتانیا بوده، اینکه خیلی منفعلانه است تا فعالانه. تصمیم ها رو یکی یکی میگیریم و دست آخر میبینیم در موضعی قرار گرفتیم که مطلوبمون نیست. البته سیاست خارجی بریتانیا به جنگ منحصر نبوده. توافق هسته‌ای با ایران شاید بهترین نمونه تلاش برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات باشد، هرچند که بریتانیا معمولاً طرح‌های بقیه رو دنبال کرده به جای اینکه خودش طراح باشه. اگه توافق هسته‌ای ایران رو ببینید مشخصه که بریتانیا یکی از طرف‌های توافقه ولی عامل اصلی پیشبردش نیست. ولی در کل بریتانیا در سال‌های اخیر در مسائل مختلفی مثل ایران، تغییرات اقلیمی یا تحریم روسیه خیلی به متحدان اروپاییش نزدیک بوده. این هم نظری با اعضای دیگر اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه بود که باعث شد سال‌ها مسئول سیاست خارجی این اتحادیه از طرف آنها با ایران مذاکره کند. ولی عضویت در اتحادیه اروپا مخصوصاً به خاطر اصل مهاجرت آزادانه و نامحدود بین کشورهای عضو کم کم به بحثی جنجالی در بریتانیا تبدیل شد و دست آخر سال 2016 به همه پرسی گذاشته شد. طرفداران برگزیت از جمله بوریس جانسون نخست وزیر آینده می گفتند خروج نه تنها کنترل میزان مهاجرت را به بریتانیا می دهد، بلکه این کشور رها از قید و بندهای اتحادیه اروپا می تواند به ابرقدرتی در تجارت جهانی تبدیل شود. اگه به خروج رأی بدیم می تونیم کنترل سیاست مالیاتی و تجاریمون را پس بگیریم و با کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، هند و ژاپن پیمانهای تجاری جدیدی امضا کنیم. و دست آخر مردم با اختلاف کمی خروج را انتخاب کردند. حالا پس از دهه ها که چارچوب تجارت خارجی بریتانیا منطبق با بقیه اتحادیه اروپا بود، این کشور می تواند خودش با کشورهای مختلف دنیا پیمان تجارت آزاد امضا کند. و صدر فهرست شرکای تجاری جدید هم آمریکاست، کشوری که رئیس جمهوری طرفدار برگزیت دارد. آمریکا فکر میکنه که بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا آسیب پذیرتره، به این معنی که موضع بریتانیا رو راحت تر از مواضع فرانسه یا آلمان میتونه تغییر بده. میتونید ببینید که حتی بعد از 2016 فکر کردن به روابط تجاری آینده روی توانایی بریتانیا برای نگفتن به آمریکا تأثیری نذاشته. ما بعد از برگزاری همه پرسی برخلاف آمریکا از موندن در برجام حمایت کردیم. ما با موضع آمریکا درباره بیت المقدس، آوارگان فلسطینی و نهاد امدادرسانی سازمان ملل مخالفت کردیم. بعد از تلاش‌های ناموفق بوریس جانسون برای جلوگیری از خروج دونالد ترامپ از برجام، حالا انگار آمریکا نظر بریتانیا را تغییر داده. اشکال برجام از نظر آمریکا اینه که ناقصه، تاریخ انقضا داره و باراک اوباما به دستش آورده. اگه میخوایم بذاریمش کنار، بیایید چیزی جاش بذاریم. بیایید با یه توافق ترامپ جایگزینش کنیم. به نظرم اگر واقع بین باشیم، به خاطر نگرانی ها در منطقه درباره توافق قبلی و موضع آمریکا، نمیشه تصور کرد آمریکا به برجام فعلی برگرده. در دوران ترامپ بریتانیا چند بار در موقعیت‌های معذبی قرار گرفته چون با موضع آمریکا موافق نبوده ولی مجبور ازش پیروی کنه و یک موضع بینابینی جایی بین مواضع آمریکا و اروپا انتخاب کنه. یک نمونه این مواضع بینابینی تصمیم بریتانیا درباره هواوی بود، جایی که علارغم مخالفت آمریکا به این شرکت چینی اجازه داد به صورت محدودی در ساخت نسل بعدی شبکه‌های تلفن همراه موسوم به 5G مشارکت کند.
اینها با تصویر بریتانیا به عنوان کشوری که روزی امپراتوریش تنها ابرقدرت جهان بود و بعضی ها فکر میکنند هنوز چنین جایگاهی دارد چندان نمیخواند. دایی جان ناپلئون میگفت کار انگلیسی است. کار انگلیسی است؟ شخصیت دایی جان ناپلئون قدرت و نفوذی رو برای بریتانیا متصوره که بریتانیا نداره و نمیخواد هم که داشته باشه. این تصویر بر پایه این دیدگاه ساخته شده، دیدگاهی که برای بعضی ها آرامش بخش هم هست که بریتانیا پشت همه اتفاقات بده. این واقعا با تجربه من نمیخونه و به نظرم برای هر ناظر منصفی سخته که قبول کنه که دست بریتانیا پشت هر اتفاق بدی در ایران بوده. باید ادبیات مقام‌های بریتانیا رو از عملکردشون جدا کرد. می‌بینید که به دلایل سیاسی از بریتانیا به عنوان یک کشور خیلی قدرتمند و یک بازیگر جهانی بانفوذ حرف می‌زنن، ولی در عمل اقداماتشون بیشتر شبیه یک قدرت متوسطه. در ماه‌ها و سال‌های بعد از برگزیت، اقتصادهای بزرگ دنیا از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا چین و هند احتمالاً تلاش می‌کنند روی سیاست خارجی بریتانیا تأثیر بگذارند. معلوم نیست این تلاش‌ها چقدر مواضع بین‌المللی بریتانیا رو تغییر بده. چیزی که مشخصه اینه که برای اولین بار بعد از چند دهه هر عمل یا تصمیم دیپلماتیک بریتانیا می‌تونه به یک امتیاز اقتصادی یا یک جنگ تجاری منجر بشه. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.